از کی چشمم به شما دوتاست؟ همش دارید پچ پچ میکنید. یه ذره سنگین باشید. ناسلامتی عرستو بادید. مردم چی میگن؟ تو نگران ما نباش. به خودت فکر کن. نقشه اصلیت کجا مونده؟ چرا هنوز تشریف نیاورده؟ داداش عزیز میدونی چی فکر میکنم؟ اون ترسیده و فرار کرده. تو برو یه خود بارونی حرف بزن، من برم امو رو ببینم. آبجیت اومد و فامیلاش اومدن. هی چرا اینجا نشستی؟ پاشو، نمیخوای از دوماد پول بگیری؟ پاشو. عشق کیا من ها مهارا مهارا مهارا. رومیسا؟ بله خاله. دخترم چی شده؟ پس دوماد تو کو؟ نمیدونم خاله، منم نمیبینم ایشون. حتما توی راه. ببینید چی میگم، از کی چشمم به شما دوتاست؟ همش دارید پچ پچ میکنید. یه ذره سنگین باشید. ناسلامتی عرستو بادید. مردم چی میگن؟ تو نگران ما نباش. به خودت فکر کن. نقشه اصلیت کجا مونده؟ چرا هنوز تشریف نیاورده؟ داداش عزیز میدونی چی فکر میکنم؟ اون ترسیده و فرار کرده. با دیدن رفتارای من تصمیم بشم عوض کرده. داداش داری میخندی؟ من اینجا دلشوره دارم. میدونی اگه نیا چی میشه؟ بابا صدیقه مجبور میشه اینجا اعلام کنه؟ آیا کسی هست که دست دخترمو بگیره؟ حالا ببین چی میگم. من همه پسرای اینجامو با دقت برانداز کردم. ماشاءالله یکی از یکی زشت‌تره. پس هر کی من گیرش بیام یعنی اون لاتاری برنده شده. اصلا این اتفاق نمیفته. باباتم قرار نیست کاری بکنه. نه همزم الان میرسه. حتما تو راه. شاید. باشه تو نگران نباش. یه. دیگه بشی. بشینم؟ آره بشین. تنها بشینم؟ آره خوب اتما خیلی خسته شده. راحتی؟ آره خیلی راحتم. ببخشید دخترم، بیا اینجا. من تو رو فرستادم که داداشتو صدا بزنی. چی شد؟ در اتاقشو زدم، صداشم کردم اما هیچ جوابی ازش نیومد. آخه پشت سر هم دارن زنگ میزنن. مامانت حاضر شده؟ آره حاضر شده. مطمئنی؟ آره من دارم ببینم. لطفا برو ببین. छुपे बैठे कैसे इनको मिटा
عشق خیام منی ها مهاری 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 تو برو یه خود بارونی حرف بزن من برم امو رو ببینم مهاری مهاری آبجیت اومد و فامیلاش اومدن دوماد اومد بلاخره اومد هی چرا اینجا نشستی؟ پاشو نمیخوای از دوماد پول بگیری؟ پاشو هی تو که اینجا میخوای سنگین بشینی؟ زود باش عجله کن دیگه زمان نشستنی تموم شده من میرم داخل باید منو بیاری فرموده داشت عروستم اومد تو همینجا وایسا یه لحظه یه لحظه برو عقب لطفا چی شد؟ یه ذره برو عقب لطفا چی شد داداش حزیم؟ ماما خب الان همون رسم انجام میشه که چند دقیقه پیش انجام دادیم چی کار باید میکردیم؟ باید شاباش میگرفتیم درسته انجام بدید هیچ مشکلی نیست خب بفرما و هیچ عجله‌ای هم در کار نیست همونقدر پول درخواست میکنی که من به اونا دادم خب شروع کن موفق باشی زود تمومش کن باشه نگران نباش هر چقدر که سعی میکنی از من دور باشی کائنات تو رو به همون اندازه نزدیکم میاره میدونی چیه؟ اون مدتی که چشم رو هم بودی و دلهورم داشتی به من آرامش میداد اگه امروز اینجا نمیومدم پس بدون که مجازات تو تموم میشد اما متاسفانه این ممکن نیست چقدر طولانی مذاکره میکنم میدونی چیه این چیزا خیلی سریع میتونه تموم بشه و همش به تو بستگی داره بالاخره کنار اومدن یا نه من فکر نمی کنم وای برید اونور یالا ببین آقا بهش 50,000 روپیه بده باشه ما
معامله خوبیه، ضرر نمیکنه. منم از داداش از این 50,000 روپیه گرفتم. لطفاً بهش 50,000 روپیه بده. دیگه خسته شدم، نمیتونم وایسم. لطفاً. راستش برای نگه داشتنم خیلی بیشتر از این مقدار لیاقتش رو دارید. اما فعلا همین مقدار درسته. زویا، پول. آفرین، عالی شد. آفرین به همسرم. 50,000 روپیه پول نقد. بگیر. حالا میتونم تو جایگاه هم بشینم؟ حتما. من خیلی گرمم شده بود و من نمیتونم لباسه ای سنگین رو تحمل کنم. اوه، باید رو نمایی میگرفتم. یالا سری بیا، حتما تو هم آرزوی همچین صحنه یه داشتی. کشال عروس تو برداری، هدیه قشنگی تو گرفتی دیگه، نه؟ خب حالا میتونی بیای، من آمادم. بیا دیگه. همچنین معذرت میخوام برای این مشکلات. من دلداری دروغکی نمیتونم بدم. ببین، تو هیچ وقت زنداداشم نمیشی. ببین دخترم، من میتونم درک کنم. برای هیچ دختری اینقدر راحت نیست که توی یه لحظه خونه پدر و مادرشو ترک کنه و بیاد خونه یکی دیگه زندگی کنه. اما دخترم، ازت انتظار دارم تو این خونه رو با آدمایی که توی این خونه زندگی میکنن و خونوادت بدونی. ما طرفدار عشق و محبتیم. ما را با محبت و احترام میشه قانع کرد، نه با غرور و لجبازی. و اگه این موضوع درک کنیم، برای هممون خوب میشه. و موند حرف عظیم، اون برای زندگیش اصول قوانینشو داره. واقعا قلب مهربونی داره. اون کار اشتباهی نمی کنه دخترم. از اشتباه کردنم خوشش نمیاد. الان تو ناموس اونی و من کاملا مطمئنم اون ازت محافظت میکنه.
و من از تو هم انتظار دارم که برای نگه داشتن آبروش هیچ کم و کسری نذاری. پس تلاش کن اون ازت هیچ شکایتی نداشته باشه و زندگی خوبی کنار هم داشته باشی. خوشبخت بشی. الله اکبر. خدا رو شکر همه چی به خیر گذشت. خدا رو شکر هر دوتاشون خوشبخت بشن. آمین. خدا به خیر کنه. رومی الان چرا زنگ میزنه؟ الو. الو بابا، شما داروهاتونو خوردید؟ تو این وقت شب برای این زنگ زدی؟ بابا داروهاتونو خوردید یا نه؟ آره دخترم، خوردم. باشه، خود نگهدار. بعدن با هم حرف میزنیم. شب بخیر. داروهاتونو میپرسید؟ یه لحظه. بفرمایید. یالا برش داره دیگه، هوا خیلی گرمه. برش داره دیگه. منو ببخش، منو ببخش. وای منو ببخش. خندمو نمیتونم کنترل کنم. اشکالی نداره، اشکالی نداره. خیلی باحال بود. عادت ندارم که خواب ببینم. مخصوصا با چشم باز که به هیچ وجه. اما که خوابی رو دیدم. این که تو هم سفر من میشی. و حالا اگه برای تعبیر شدن اون خواب من خودم خوششانس‌ترین آدم این دنیا بگم، پس اشتباه نگفتم.
بهت قول میدم که توی هر غم و شادی، پستی و بلندی زندگی، من کنارتم. هر چقدر که تو توی این رابطه مسئولیت داری، منم به همون اندازه دارم. از این که وارد زندگیم شدی خیلی ممنونم هانا و عزیز. این که میبینم اسم اون کنار اسم یکی دیگه اومده خیلی اذیتم میکنه. این درد هیچکی به جز من نمیفهمه. امشب شب خیلی سختی خواهد بود. امشب برای اونم خیلی سخت میگذره. برای کسی که فریب دادن راحت باشه، دیگه براش همه چی راحت و آسونه. اجباری که به شده رو فریبکاری برداشت نکن. چه اجباری؟ بگو. دوست داشتن به امتحان نیاز داره، اما عشق به فداکاری. اون عاشقی که از در پشت سر فرار میکنه و سلاحش رو زمین میندازه، به اون بازنده میگن. ببین، تو برای سهم عشق خودت فداکاری کن، اونو ببخش. میبخشیدمش. حتما اونو میبخشیدم. البته اگه اون حمزه بودم که ادعای عاشق بودنشو داشتم، اما این حمزه‌ای که جلوته، پیش حنا به جز نفرت چیز دیگه این نیست. خب این وسط تقصیر رومی چیه؟ چون اون خواهرشه. جشن ولی من با چهره خندون باید ببینمت شاید. راستش من خیلی گرمم شده بود و من نمیتونم لباسای سنگین رو تحمل کنم. اوه، باید رونمایی میگرفتم. یالا سری بیا، حتما تو هم آرزوی همچین صحنه یه داشتی. کشال عروستو برداری، هدیه قشنگی تو گرفتی دیگه نه؟ خب حالا میتونی بیای، من آمادم. بیا دیگه. باشه.
اول شالو بر میدارن، بعد رونماییو میدن. هان یه بار دیگه. خب آماده؟ رونمایی. الو بیا اینجا، بیا اینجا. گربه میکشی؟ ها؟ چی؟ نشنیدی میگن گربه رو باید دمه هجله کشت؟ اما همچین چیزی ممکن نیست، امتحانش هم نکن. خودت بازش کن، بازش کن، خودت دستم بنداز. خواهش میکنم. قشنگه. ممنون. مبارکه. چی شد؟ ها؟ عجیبه. کجا موندی خانم؟ اینا هاش اومدم. تموم شد؟ آره، همه ی وسایل صبونه حاضر شد، فقط میوه باید از سر رامون بگیریم. خب یه کاری میکنیم، اول میریم خونه ی حنا، بعد اونو همراه خودمون میبریم خونه ی رومی. باشه. بله دخترم، بعد از صبحونه داروامو خوردم. آفرین جناب صدیقی، همینطور مثل بچه های خوب مواظب سلامتیت باش. باشه آه در ضمن گوش کنید ها، لازم نیست صبحونه و اینجور چیزا برام بیارید. باشه. اما دخترم مامانت همه چی حاضر کرده، ما تا چند دقیقه دیگه حرکت میکنیم. خب که چی؟ خونه ی حنا ببرید، اینجا لازم نیست بیارید. راستش حمزه میگفت اون همچین رسوماتی رو دوست نداره، واسه همین اون گفت که خودمون دیدن شما بیاییم، پس منتظر باشید. اما دخترم اینطور دقت کنید دارم چی میگم. دومادتونه، دومادتون. اگه عصبانی بشه شما که کاری نمیکنید، من مجبورم راضیش کنم. باشه دخترم، هر چی تو بگی. خب شما کی میایین؟ تا چند ساعت دیگه میایین. باشه فعلا. باز این دختر چی میگه؟ میگه منو حمزه دیدنتون میایم، شما لازم نیست صابونه بیارید. اون دختر که دیوونه است، شما چرا به حرفش گوش دادین؟ میگفت حمزه بهش گفته.
به هر حال تو صبحونه رو حاضر کن. باید بریم خونه ی هنا. قبل از اومدن اونو باید برگردیم. باشه، درسته. ساعت 11 شده پسرم، اما هنوز اونا نیومدن. راستش توی راهن. از وقت صبحونه که گذشته. باشه، چند دقیقه دیگه منتظر میمونیم. من تلفنی باشون حرف زدم، اونا توی راهن. مامان تو اون موقع یه لیوان چای بدید. مامان میرم درست میکنم. نه خیر وایسا، این درست نیست. امروز اولین روزته. من به رکسانا میگم. من همین الان باهاشون حرف زدم، اونا توی راهن و چند دقیقه دیگه میرسن. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.